آهنگ جدید گوگوش همه را سورپرایز کرد. دوستان عزیز به کانال حاشیه مدیا خوش اومدید. لطفاً قبل از هر چیز روی کلمه سابسکرایب کلیک کنید و زنگوله کناریش رو فشار بدید و لایک و کامنت رو فراموش نکنید. شب گذشته در پست اینستاگرامی خانم گوگوش یک پست جدیدی مبنی بر آهنگ جدید گوگوش منتشر شد که در این پست تصویری از خانم گوگوش در حال آواز خواندن منتشر شده که گوگوش در حال اجرای قطعه جدیدش هست و در این پست نوشته شده بعد از غیبتی طولانی بهانه‌ای برای ضبط یک ترانه جدید. بسیاری از کاربران و طرفداران خانم گوگوش در قسمت کامنت ها برای خانم گوگوش و تیم خانم گوگوش پیام گذاشتند و نوشتند ای کاش ترانه سرای این قطعه رها اعتمادی نباشه، فقط خدا کنه که رها با گوگوش نخواد در این آهنگ هم همکاری داشته باشه و با ترانه های مزخرفش مرثیه سرایی کنه. رها اعتمادی که سالهاست خودش رو به عنوان شاعر و ترانه سرا معرفی کرده، حسابی سعی کرده شعرهای مزخرف خودش رو بچپونه به گوگوش و توسط گوگوش بتونه اعلام بکنه که مثلا من ترانه سرای خیلی معتبر و خیلی مهمی هستم که گوگوش ترانه های من رو اجرا میکنه. و خب این رها اعتمادی از مجریگری و یک جوون آس و پاس و با پرونده های پروپیمون فساد اخلاقی در سوئد و انگلیس حالا به عنوان شوهر رسمی گوگوش و به عنوان یک ترانه سرای مهم توسط گوگوش شناخته شده. او که تمام زندگی خودش رو مدیون شخص گوگوش هست، حالا برای گوگوش ادعای خدایی میکنه و از گوگوش به عنوان برده استفاده میکنه. تصاویری از رها اعتمادی و گوگوش در یک فضای اداری لو رفته که در این ویدیو رها اعتمادی به شدت به خانم گوگوش بی احترامی میکنه و همین رفتارهای سخت و زننده رها اعتمادی در این ویدیوی لو رفته گوگوش رو به شدت عذاب داد و یک توهین بزرگی از جانب رها به گوگوش بوده. متاسفانه خانم گوگوش در این سالهای اخیر به شدت یک جوون آس و پاس و بی سر و پا رو انقدر بزرگ و مشهور کرد که تمام توجه ها بیش از گوگوش به رها اعتمادی شد و حالا این جوانک بی سر و پا که حتی پدر او بر علیه او مصاحبه های متعددی داشته، حالا همه کاره گوگوش شده و گوگوش بدون اجازه اون حتی اجازه نداره یک ملاقات خصوصی با پسر و نوه‌هاش داشته باشه. بسیاری از نزدیکان خانم گوگوش اعلام کردند و گفتند این خانم گوگوش هستش که به رها اعتمادی عشق یک طرفه داره، چرا که رها اعتمادی در ابتدا سعی کرد مخ گوگوش رو بزنه، البته گوگوشی که جای مادر بزرگ رها اعتمادی هست نه حتی جای مادر رها، و از این طریق رها با جلب توجه گوگوش سعی کرد کاری بکنه که در نهایت گوگوش عاشق اون بشه و باهاش ازدواج کنه. اما گفته شده بعد از ازدواج گوگوش با رها اعتمادی و بعد از این که رها اعتمادی مالک بیش از نیمی از ثروت گوگوش شد، حالا دیگه رها اعتمادی داره به گوگوش بی‌محلی میکنه و با رفتارهای زشت و زنندش طوری وانمود میکنه که تو برای من یک وصله ناجوری که من به زور تو رو تحمل میکنم. من یک جوان خوشتیپ و زیبا هستم و میتونم هر لحظه برم دنبال زندگی و خوشیهای شب تا صبحم، اما تو شدی برای من یک موزل و من مجبورم که به زور تو و عشق تو رو نسبت به خودم تحمل بکنم. و ترس گوگوش در این اواخر این هستش که نکنه بعد از خداحافظی از صحنه رها اونو ترک بکنه و بره با یک دختر و زن دیگه‌ای ازدواج بکنه یا بریزه رو هم دیگه و گوگوش رو تنها بذاره.
اما همونطور که آقای محمود قربانی همسر سابق خانم گوگوش گفتند، قطعا این اتفاق خواهد افتاد و رهای اعتمادی که یک جوان بچه باز بود و پرونده های زیادی هم در زمینه قاچاق مواد مخدر و بچه بازی در سوئد و انگلیس داره، حتما به دنبال عشقبازی های خودش خواهد رفت و بعد از خداحافظی گوگوش با صحنه، بعد از اینکه به طور رسمی و قطعی مطمئن شد که گوگوش دیگه نمیتونه اموالش رو از رها بگیره، سعی میکنه به گوگوش یه دستی بزنه و اونو تنها بذاره. هرچند اونا در زندگی شخصی و خصوصی خودشون هم با هم اختلافات زیادی دارن و به شدت رها اعتمادی به گوگوش فحاشی میکنه و با گوگوش بدرفتاری میکنه، فقط روی صحنه هستش که کمی سعی میکنه پیش مردم یه کاری کنه که من به گوگوش اهمیت میدم. و از این حرفا بارها و بارها تیم خانم گوگوش به طور خواسته و ناخواسته تصاویری از ارتباط رها اعتمادی با گوگوش رو منتشر کردند که در این تصاویر لو رفته حتی دیده شده که رها اعتمادی گوگوش رو هول میده و با رفتار زشت و زننده‌ای که با گوگوش داره سر گوگوش داد میزنه و این تصاویر برای طرفداران گوگوش یک تصاویر دردناک و عذاب‌آور هستش، چرا که عده‌ای از طرفداران خانم گوگوش اعلام کردند و گفتند چرا گوگوش به پسر خودش که هم ورزشکار و هم تنومندتر از رها اعتمادی و هم مدیریت کافی و وافی برای اجرای کنسرت های خانم گوگوش داره رو بهش پشت پا زد و رفته سمت یک جوان لاتی که حتی پروندی بچه بازی داره؟ چرا خانم گوگوش خودش رو به اینجا رسونده که یک جوانی که حتی پدرش بر علیه خودش میاد افشاگری میکنه اونو همه کاری زندگی خودش کرده؟ بسیاری از طرفداران گوگوش از او انتقاد کردند و گفتند واقعا همین طوری هستش که محمود قربانی میگه، گوگوش روی صحنه است که صده، در زندگی خصوصیش خیلی غیر منطقی و خیلی رفتارهای بچگانه داره. حیف گوگوش و استعداد او که در دوران پیری کاری کرده که حالا این جوانک باید به اون فحاشی و بی‌احترامی بکنه و بشه رئیس اون. متاسفیم برای خانم گوگوش و امیدواریم که به قول آقای محمود قربانی بتونه دوباره مدیریت زندگیش رو توی دستش خانم گوگوش بگیره و برگرده با آغوش پسرش و نوه‌هاش. البته دوستان عزیز، تیم خانم گوگوش هنوز نام قطعه جدید گوگوش رو منتشر نکردن و اطلاعاتی از ترانه سرای این آهنگ و جزئیات آهنگ جدید خانم گوگوش رو منتشر نکردند. فقط تصویری از گوگوش رو در پست اینستاگرامش منتشر کردند و اعلام کردند گوگوش در حال اجرا و منتشر کردن آهنگ جدید خودش هست. باید منتظر بمونیم تا جزئیات جدیدی از آهنگ جدید گوگوش منتشر بشه و ما برای شما عزیزان در ویدیوهای جدیدمون از جزئیات جدید آهنگ جدید خانم گوگوش برای شما عزیزان ویدیوی جدید و مجزایی رو تهیه و منتشر بکنیم. دوستان عزیز، لطفا نظراتتون رو در قسمت کامنت ها راجع به کلاهبرداری رها اعتمادی از خانم گوگوش و سوء استفاده های اخلاقی و فحاشی رها اعتمادی به خانم گوگوش در قسمت کامنت ها نظراتتون رو بنویسید و حتما لینک این ویدیو و ویدیوهای قبلیمون رو در فیسبوک و توییتر در گروه های ایرانیان و فارسی زبانان کشورهای آمریکا، استرالیا، کانادا، بلژیک، آلمان، سوئیس، دانمارک، انگلیس و فرانسه و کشورهای عربی لطفاً شیر بکنید و حتماً لطفاً در قسمت سرچ یوتیوب نام کانال‌های حاشیه مدیا، نیوز تی وی، فکت نیوز رو به صورت فینگلیش یا انگلیسی تایپ یا سرچ بکنید و حتماً روی کلمه سابسکرایب کلیک کنید و اون زنگوله کناریش رو فشار بدید و ویدیوهامون رو ببینید و لایک و کامنت رو حتماً بزنید و فراموش نکنید. تا یک ویدیو دیگه، شب و روز بر شما عزیزان خوش.